سلام به شما بینندگان عزیز، همراه با من باشید با یکی دیگه از گزارش ویژه. نوید و وحید افکاری در تاریخ 26 شهریور سال 1397 و حبیب افکاری در تاریخ 22 آذر سال 1397 در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد 97 بازداشت شدند. این افراد در جریان بازجویی برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند. اعتراضات مرداد 97 با انتقاد از وضعیت اقتصادی آغاز شده بود. سرانجام این ستن در دادگاه کیفری در شیراز مورد محاکمه قرار گرفتند. نوید افکاری به 2 بار اعدام، 6 سال 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق، وحید افکاری به 54 سال 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. روز شنبه 22 شهریور سال 1399 علی‌رغم تمام اعتراضات داخلی و بین المللی، نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. برادران افکاری از زمان اجرای حکم نوید افکاری 7 ماه از حبس در بند عبرت که از آن به عنوان بند دربسته یاد می کنند نگهداری می شوند و همچنان از حق تماس و رسیدگی پزشکی محروم هستند. این در حالی است که بارها تحت شکنجه قرار گرفتند و مورد ضرب و شتم شدند و نیاز ضروری به رسیدگی پزشکی دارند. با وجود پیگیری‌ها و درخواست‌های مکرر برادران افکاری و خانواده آنها با کارشگری مسئولان، علی‌رغم وعده مسئولان از انتقال آنها به بند سیاسی جلوگیری شده است. روز سه‌شنبه 10 فروردین سال 1400 سعید افکاری، برادران زندانی سیاسی حبیب و وحید، در توییتر خود از ملاقات با برادران خود خبر داد و نوشت: برای اولین بار در سال نو رفتی ملاقات حبیب و وحید که هنوز در انفرادی و بدون تماس و بدون حق مداوا هستند. سال نو رو به همه ملت مردم ایران تبریک گفتن و آرزوی فردایی بهتر شدن و گفتن باور داشته باشین به قدرتتان. لازم به ذکر استش که بهینه نامجو در مصاحبه عنوان کرد که آنها پسرانم را شکنجه کردند تا علی یکدیگر شهادت بدن و وحید تحت همین شکنجه تا 2 بار اقدام به خودکشی کرد و او تأکید کرد که همسر و دامادش نیز بازداشت شدند و پسرانش در یک دادگاه ناعادلانه و بدون هیچ مدرکی مورد محاکمه قرار گرفتند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی خواهان آزادی و بدون قید شرط برادران افکاری و تمامی زندانیان سیاسی و خواهان بایکوت جمهوری اسلامی در جوامع بین المللی میباشد. نه به جمهوری اسلامی 42 سال است که خواست مردم ایران است. با سپاس از شما که تا این لحظه همراهی من بودید. زهرا لطفی.